مطمئنه شما نکنید تا اینجا با ماشین اومدین؟ اینجا عراقی نباشن این موقع صدی ماشین شنیده باشن. نه بابا اینجا عراقی نیست که، دیشب اومدیم اون تو برادر احمد جلو میرفت من پشت سرش میومدم. اصلا مطمئنه اینجا عراقی نیست؟ نه عراقی؟ چرا؟ دیگه اینجا باید من آروم صحبت کنیم چون من اینجا نشون گذاشته بودم. آره فقط شما جلوتر برو، من پشتم به شما نباشه بی‌ادبیه. نه برادر شما این منطقه رو خوب بلدی، شما باید جلودار باشی، شما برو جلو. آره بس حواستون باشه من جلو دارم، شما از پشت سر هوایی مار داشته باشی. شما برید ما مواظبتون هستیم. باشه شما خیلی دقیق منطقه رو بلدی. چطور؟ ما 5 قدم که اومدیم جلوتر شما فهمیدیم اومدیم تو محوطه عراقی ها. خب البته شما هم بهتر میشین. آش مصطفی من تصمیم رو تو ماشین پیدا نکردم، اگه همراهتونه شروع کنی ذکر گفتن. اینجا؟ آره دیگه شما اینجا رد کنم بقیه رو بلدم. خدا خیرت بده تو دیگه که هستی. خدایا امشب این عراقی ها رو کور و کرشون کن. نوکرتم مرده گرسه چیزی شده بیا دیگه. من جلو دارم. بریم بریم آزم این حواستون هست من جلو دارم. چیزیش نشد؟ نه فقط صورتش سوخت. کسی دیگه ای چیزیش نشد؟ یکی دو نفرم دست و پاشون شکست. نه شهید ندادیم؟ نه. خب بده من برید شما دیگه، دستتون درد نکنه. بفرما بفرما آب قند آوردن فشارت نیوم. آخه کی به تو میگه این کارا رو بکنی؟ تو اومدی اینجا تئاتر اجرا کنی یا عملیات بری؟ اگه قرار باشه کسی بره عملیات اون منم که آموزش دیدم. باشه عملیات اینجوری نمیرن که آخه. بله بابا منم 10 دفعه بهش گفتم اومدم رد چمدم داره یه کاری میکنه. گفتم دادا چی کار میکنی؟ گفت برو بگی بخواب. گفتم بیا بریم و هم دیگه بگیریم بخوابیم. من اینجوری نگرانم. چند دفعه بهش گفتم؟ گفتم یا نگفتم؟ بهش گفتم یا نگفتم؟ میگن آرومتر میفهمم من بودم دیگه. خب خسته نباشید برادر. من شما بردارم. سلام سلام.
هیچ کس هم نمیدونه که تو این کارو کردی. نه اینا دوستا من دیگه، اینا رو دوستم باهم تو اتوبوس باشم با هم آشنا شدیم، میوه بهشون تعارف کردم. همین برادر بودو ایشون یا ایشون؟ ایشون بود. بفرمایید برادر. من بودم برادر. چه رفت اینو؟ اینام رفت. ببخشید که صحبت میگم نصف شب دیگه صدای داد نزن بابا، مردم خوابیدن. برادر من که نیت کردی که اینجا رو بفرستی رو هوا؟ نه بابا. بلند شو رو جمع پر مهمات. بلند شو. مهمات اینا؟ بله مهماته. برادر حداقل مینو بهشون نشون بدید که فرار رومی نشینه. مین پیشکش بیا بریم. نه من خودم مینو خوب میشناسم. بیا اون مین پلاستیکی بود. بیا من کمک میکنم خودم میکنم. بابا سوابی من ببرید. نه میخواد سواب ببری. یه دفعه سواب بردی برای 70 پشتون بسته. برو. خاطر کار بس یه جو سینما و چه چیزای خودمون رو بدنام کردیم. چی؟ چی شد؟ هیچی، یادگاریم درد گرفت. یادگاری؟ ترکش پامو میگم. ای بابا، میتونی رو بری حالا؟ حالا یه کارش میکنم. برو یا علی. نه نمیتونم. آه کجای پاته؟ بذار بمانم شاید خوب شه. نه مولیدنی نیست آخه، خورمت برم. باید بی حرکت بمونه. آقا حاج مصطفی یه کاری کنیم، شما برین دیگه. نه ماکینتون رو تنت بذاریم که. نه میدونم سخته، ولی آقا من دیگه سربارم. شما سرداری؟ آقا من سربازم نیستم. چی سرداری برادر من؟ بری شما کارم برسیم. حاجی حاجی یه صدای از اونها داره میاد. صدای چی آقا؟ ما داریم شما، صدای ماست. آها از من شما بس بریم، من میاد. ولی واقعا داری یه صدایی میاد. صدای چیه؟ نمیدونم. شما اینجا باش کن بریم سر گوشی ها بدیم بیه. از اون برگردیم باشه بیزه یک بگو بگو برگردیم. آره بریم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حبيبي آه الهوى قلت لها يا حلوة رويني عطشان ما يسكيني، قالت لي روح يا مسكين مين ما يروي الفيران، قالت لي روح يا مسكين مين ما يروي الفيران. ويلي عليها ويلي ويلي عليها ويلي. من سألك؟ من سألك؟ يلا اجلس يلا. خذت أسلحة بنغاز، قفتم بنغاز. كان حاوم جديد يا كسي باشا ما حاس. ما مستنى فريق، ديروا بالكم عليهم راغبوهم. أرد أروح أشوف ما حد جاي وياهم. نعم سيدي. روح حرك دایی. داری با ما چی کار میکنی؟ از سخت پرلو ما که نفهمیدیم. خود نمیدیم یا فاطمه زهرا. من تو این بدبخت رو به کشتن دادم. قف لا تحرك. انت منو؟ انت شنو؟ انت جني؟ مشمار فرار ميكا؟
وياك ملعون. شنو انت تبع تسوي هنا؟ نعم انت ما تحشي هذا ميت. نيا میگم شما میخوای بشین من سرپا باشم. نه نه بشین بشین. آخه بعدش بفرمایید. آخه آبجی سر بشین از من راحت معذرم خواهر چش شما سوردون زخمی ساعتیه. ساعتی که نیست ولی هرچی از خدا قبول کنه. نه ساعتیه دیگه. نه آقا مصطفی این استخونمه دیگه اینا. نه اون پوستته. هنجا استخون به نظر میاد. نه خیر پوسته. بوسه؟ بله. شانس آوردیم ترکش پاش به موقع حرکت کرد. بگنه الان اصیل عراقیه بودیم. خدا رو شکر ترکش پای ایشون بود. بله. البته اینو من بگم ما وسیله ایم و کارساز اصلی خداست. اون که بله ولی بله. شما هم خیلی زحمت کشیدین. فقط حاج مصطفی امشب بریم کار نیمه تموم و تمومش کنیم. یعنی میگم بریم بقیه جنازه شهدا رو هم بیاریم. انشاءالله. نمیتونیم فکر کنم. شما که گفتی سطحیه. این سطحیه. اگه چیزی هست بگی من طاقت دارم. نه به خاطر این نمیگم. بخاطر که ازشون اسیر گرفتیم. عراقیان آتیشیان اجرایی یعنی منطقه ناهم. ولی اگه بخوای من میتونم برم. شهامت شو دوست دارم. ایشالا یه وقت دیگه آبجی مراقبش باش ای داری براش به یسی بزن چشم بکنم گفت مراقبش گفت چی بزنین شما احتیاجی ندارین به یسی گفت آخ قبلا محلم رو نیست میگم اینجور من معذرم خواهر شما بشین آقای بهگزین اجازه میدین من کارم رو انجام بدم یا نه چشم چشم خمسه عقبی باندو نخه بخیه نداریم تو کموت فلزی هست در زمین بزنم صرفه جویی کنیم یه لازم میگم اگه دارو و این نخ مخه حاکم دارین اول بدیم به بقیه رزمنده چون ما هرچی داریم از اوناستا خواهش میکنم داروهای شما مسکنه به درد اونا نمیخوره خب به هر حال فکر کنم اونا هم من واجبتر باشن و من عجله ندارم سر میکنم بیهسی اومد بعد به دوزن دیگه آقای بهگزین فکر کنم شما ترسیدین نه ولی شما فکر کنم بیهسی ندارین اجازه بدین در ضمن به خاطر مصطفی ازتون ممنونم خواهش میکنم چی شد؟ ایچی بزن فکر کنم واقعا ترسید نه ما فشارمه بیا دو سه تا مسکن و سر گرفته دست در نکنه نگفتی که باست من میخوای نه بابا گفتم دندونه خودم درد میکنه کدوم دندونه که دندونم درد نمیکنه که تو هم گیر دادی خب گفتم شک نکنن آی دادو موقع بدنم داغ بود نفهمیدم ولی الان دستم یک تیری میکشه خب یه دونه قرص بخور خوب میشه دیگه یه دونه بده خودت
بذار آب. بسه بسه بده من. دادو دیدی گفتم برم یه اتفاقی میفته؟ دادا من که بهت گفتم نرو، تو خودت هی اصرار که میخوام برم. تو که گفتی برو. من گفتم برو؟ من کی گفتم برو؟ گفتم نرو. چه فکر میکنم گفتی برو؟ دست تیر خورده یادت رفته من چی گفتم؟ راست می تیر تیره. این بحثی نامرد میخواست منو بکشا، تو نمیری از تر گذاشته بود رو گیجگان. اه چرا تیر خورد به دسته؟ آه خب ترسوندمش دستش لرزید دیگه. شانس آوردی. نه بابا چی شانس آوردی، کاش میخورد تو همون گیجگام یه سره میشد. جانو تو الان در دلم میمیرم. چه راست میگی جانو تو. حالا ولش کن فعلا که صادق گفته باز جمع جور کنیم بریم، مقرهای دیگه هم اجرا داریم. چی؟ اجرا داریم. جانو تو نمیتونم بیا. دستت چطور آقا گرزی؟ دادو بد نیستم، خوبه. خب خدا رو شکر. جمع کن که کم کم باید بریم دیگه. ولی من که نمیتونم بیام دادو. چرا؟ خب دست تیر خورده که اینم باعث نمیشه که نتونید نمایش رو اجرا کنی. نه مسئله این نیست که. پس چیه؟ حالا بعدم بهت میگم دیگه. من میرم راحت‌تر بتونه بزنیم. نه 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 نه. آقا گرزی با من رو راست باش. برادر یه دقیقه خوب اجازه بده وایسید، من دارم صحبت میکنم، یه سرتو نمیندازید پایین. آقا جون ما بدون برادر گرزن جایی نمیریم. نه نه نه. چیه منظور ما رو همونه. آقا یه دقیقه اجازه بدید ببینید. خب برادر گرزین انقدر بچه خوب و با ایمانیه و شما قبولش دارید، خب باید بمونه اینجا کارهای مهمتری انجام بده. واسه تو میخوای با این حرفا، تو با این حرفات میخوای ما رو چیزمون کنه؟ ما هم این رده چیزشو نیستیم. نه عزیزم نه. بابا چرا میگین نه؟ راستم منظور ما رو همونه. حمیدی حالا دیگه دنبالمون نیای، لطفا خواهش کنم بفهم. بس کنید، خواهش میکنم بس کنید. ای بابا برادر یه لحظه استوب کنید، یه جاده خدا به من بدید برادر، یه جاده. برادر بفرما. سلامتی هم اللهم صلی الله محمد و آله. بچا برادر گرزی برای سلامتی برادر گرزی طلب بود. اللهم صلی الله محمد و آله محمد. برادر دست چطوره؟ دست خود اینو داشت. بیا بالا بیا بالا برا. اما برادر دارم این کار فرهنگی انجام میدم، ببین چیکار کردی. خب برادر راست میگن دیگه، یه ذره رعایت کنی خواهشن بچه‌ها. بابا خراب شد دیگه الان، نداره رنگ دیگه حالا برادر. بابا ببین چیکار کردن. خب راست میگن برادر، رعایت کنین دیگه. شما اینجا چیکار میکنی؟ چی داشتی میرم مینوشیم شهدا اند ربن یوردگون؟ یعنی چی؟ برادر گرزه میدونی رعایت چقدر پر عمیق پر محتواست و خیلی جا از نایه میتونه استفاده کنی. یعنی شهدا نزد خدا روزی دارن. چه خوب. راستی شما چرا نرفتین تمرین تات؟ یچی بعد از صادق گفت جمع کن بریم یه مقر دیم، هم گفتیم نمیم باهات. برای چی؟ خب میگفت بدون شما بریم، ما قبول نکردیم. خب میرفتی من میومدم دیگه. ای بابا برادر گرزن فکر ما بدون شما نه نه بکن جایی بریم. ببر برادر گرزی ما تازه کیرتون آوردیم، کجا بریم؟ یعنی کلا ما من هستین؟ آره بله همش میخوایم بمونیم. بله خیلی خوبه. خواست من برای این پانسمان رو دستم فلان عوض کنم. فقط چیزه بعد گردن یه لحظه بشه. خیلی رنگی رو بیا باشم. این فقط یادتون نره اون قولی که دادی دا. قول ندم بکسی. چه قولی؟ قول دادی گفتی هر جا خواستی به جای مهمی ما رو هم بیان که سوایی ببریم. آه اوه. آره آره. باش باش. بریم راستی خطور فقط فلاتون هست؟ یه توی جیبم برداشت. نه نه نکرده. نه اینجا اینجا. نه میگیرم بچه ها دیگه. باش. آره. باش ازه. خدا حافظ شما. آقا جمع کن ببین کلاس، برو کلاس رو بیرم. آقا دیوونه هم چه در میره؟ خب ببین از سیگه برادره دیگه، چند بار میشود توی؟ هنوز دارو کم داریم؟ نه کی گفته دارو نداریم؟ موسیقی خودتون گفتین این داروهای بیهوشی و نخبخی و مسکنین رو کم داریم. به حال جنگ دیگه.
بله خدا بگم این بحثی های بین نامرد بیمعرفت رو چیکار کنه. نگاه کن جمعون های این دست گل ما رو پرپر میکنه. پرده با جنازه مسعود میرم تهران. کاش که منم درگیر نبودم میومدم برای خاک سپاری. میدونی ما تو این بهتری چند تا پرستار با تجربه خوب این شما و ایشون داریم. ایشون واقعا انقدر کارش. من اول که دیدم فکرم یک جراح مغزی خواهد فندم شکسته بنده. مشکلی که نداریم؟ نه مشکل اون نه من دارم که الانم فکر کنم ندارم. آمپول شدمون نداریم نمیره بابا خواهشن خانم دقیقی مجروعینو با این تنها نذارین. این به درد سلاخونو کشتار خب یعنی خانم مزرم اینه مجروعین به کمک شما بیشتر نیاز دارن. دلتون میاد؟ من خودم هم خیلی دوست دارم اینجا باشم. خب بمونین دیگه. میدونین باور کنین کمکی که شما میکنین ثوابش کمتر از شهادت نیست. بله میدونم رانو تقوی خانم. خانم تقوی راستش یه مطلبی فکرمو مشغول کرده. چه مطلبی؟ من سحری خواب آقا مسعود رو دیدم. مسعود داداشم؟ آره خب ناراحت بود انگار یه چیزی اذیتش کرده بود. چی؟ راستش به من گفتش که خواهرم یه تصمیم اشتباهی گرفته. چه سارتن شما دیروزی تصمیم اشتباهی نگرفتین؟ مثلا جا به جایی چیزی که مثلا برادرتون رو ناراحت کرده باشه. خب چی؟ من و مسعود داداشم با هم قرار گذاشته بودیم تا جنگ تموم نشده هیچ کدوم عروسی نکنیم. یعنی شما حتی روز تصمیم گرفتین که عروسی کنین؟ بله البته من انقدر وقته خوابم چیه تو بردن هم پول هم خوابم رو در تو سرت گرزیم با این دور گفتنت یک با این خواب دیدنه همه چی رو خراب کردی رفت بابا. خب آماده ای؟ یعنی شما میخوای آمپول بزنی؟ ایرای دارن نداره شما؟ نه نه تو بمیری که تو عزیزتر ندارم. اینجا که داشتیم رفتیم گفتم کاش که این بزنه با این همه تجربه. خیلی خوب پس آماده شو. بزن پس توکل به خدا امیدت به خدا. باز که پکری؟ نه چیزی نی دیدمت همونجا آمدی بیرون دمخ شدی. چرا ربطی دارم؟ میگم چیزی نی دارم با خودم حال میکنم سنگ پرد میکنم. نتونستی با بچه های فرمانده یه ارتباط بیشتر کنی دادا؟ نه دادا چه ربطی داره؟ من رفتم برای حرف بزنم. آقا جون رفتم پاسمان دست آزگاه میخوای شیشک بزنی شاد بیام بیرون چیزی نیستی که میگم. چرا شاکی میشی؟ میدین آقا یه چیزی میگه شاکی نشو دیگه. بیبریم بریم من یه اسکا سرباتی دوتا چایی بگیریم حالت جا بیاد آروم میشی. بیبریم آقای کاربلد بذار حرفام تموم بشه بدون چه گندی زدم بعد نسخه بپیچ. خب بریم تو را باسم تعریف کن دیگه. بابا بعد همش تقصیر صادق شده. به صادق هم دست تو شاکی بود. داستان چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده یه عرضی دارم با اجازه حاج آقا. برادرو ببخشید برادرو ببخشید. بفرمید بفرمید یه چند لحظه برادرای رزمنده از این که من وقتتون رو میخوام بگیرم ببخشید ولی یه نکته مهمی هست که باید براتون بگم. روزهایی میرسه که دیگه ممکنه ما کنار هم دیگه نباشیم. بعضیا توفیق شهادت پیدا میکنن بقیه هم فراخور حالشون درگیر موقعیت های خودشون میشن. نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم گفت بیام اینجا تا از کسایی که قراره شهید بشن عاجزانه التماس کنم مردونگی به خرج بدن و شفاعت ما رو پیش خدا بکنن. چون بعضی آدم های ساده بین ما تو همین حسینیه هستن
که جاشون دقیقا وسط بهشته. میدونین چرا؟ چون از همه چیزشون گذشتن. بعضیا پدر مادرشونو که به اونا احتیاج دارن ول کردن اومدن جبهه. بعضی های دیگه پدر مادرشون شهید شدن، باز همگی پا شدن اومدن جبهه. بعضی های دیگه تو این جمع ما هستن که سلامتیشون رو تو همینجا از دست دادن، باز جبهه رو ول نکردن. این آدم هایی که گفتیم و خیلی آدم های دیگه که تو این مقر گمنامن، یه ویژگی خیلی بزرگ دارن، خیلی با شرفن، خیلی با غیرتن، خیلی بزرگن، چون هیچ چیز نتونست اینا رو از جبهه جدا کنه. پس برای اینکه اونا مخصوصا آقا مسعود و برادر احمد و شهدای تپه 707 برای آمرزش ما کاری بکنن، جمیعا صلوات. گرزی مرگ گرزی دمت گم، گل کاشتی دادو. چی گل کاشتی؟ ولی اینجا هم شک کرده بود. بعد گرزی یه لحظه بفهم خب بس چرا گفت بسو کاری داره دیگه؟ بابا با من چه کاری دارم؟ این همه کار خدا خیلی بود، واقعا خدا خیلی بود. بابا حاج مصطفی اجازه بدید من براتون توضیح میدم. بذار من توضیح بدم. چشم، شما توضیح بدید. چقدر عقیده من شما شبیه به هم دیگه است. وقتی شما حرف رو میزدی حسابی منقلب شدم. خدا خیلی بود. ما مخلصیم. من خوشحالم که با شما همسو هم. اون رو دعا کن. یا علی آقا، یا علی. محتاج به دعا. مخلص. حال کردی روز عجب. متنای قشنگ قشنگت برمی‌کنی. چیکار داری تو؟ یه یادم نه. نشکنه کجا فهمی؟ قبول باش. بس چرا هیچی نگفت رفت؟ چه میدونم؟ بابا ما این همه حرف زدیم این حالیش بشه که باید بمونه تو جپا با جنازه برادرش برنگرده تهران. نه انگاری لب مطلب خوب نگرفته بود. برای شادی روح شهدای اسلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا خیرتون بده. خدا خیرتون بده، بفهمید. خدا خیرتون بده. مسعود خواهرت برات بمیره، دارز رسیدی آره، ولی من برات دلم تنگ میشه، ولی اینجا همه جاش بوی تو رو میده، منو یاد تو میندازه. تو آبرو داری، پیش خدا آبرو داری، ازش بخوا، ازش بخوا کمکم کنه به بنده‌هاش خدمت کنم. من ازش میخوام تو رو بیامرزه، جای ماما خالیه، جاش خالیه، ببینه پسرش پرپم شد، مسعود دست گلش رو بد نمیگم خدافظ، چون تو همیشه اینجایی، همینجا تو قلبم، همینجا کنار من. در دلات کردی؟ ببخش کامت عقبی، چرا نرفتی؟ دیشب یکی بهم گفت نذار هیچی تو از جبهه جدا کنم، نه خانواده، نه بچه، نه خواهر، نه برادر.
آقا کثیف نکن، داریم ظرف میشودیم دیگه. چیو کثیف کردم؟ پام داره میخوره به لگن میگه. اون اتر میگه آساده. چه جوری خونمو کثیف نکنم؟ یادتون رفته ما واسه چی اومدیم اینجا؟ ما اومدیم اینجا تئاتر اجرا کنیم. دو روز اینجاییم، یه دونه تئاتر هم اجرا نکردیم. مقرای بعدی هم مونده. خیلی ناراحتی، میخوای همین الان جمع وجور کنیم هممون برگردیم تهران؟ بابا آقا ماشاءالله همینجوریش دل خوشی از من نداره. بریم تهران بفهمه تئاتر هم اجرا نکردیم که دیگه هیچ پایگاه میندازتم بیرون. خدا تو تقصیر خودته. میخواستی یه نفر رو برداری بیاری که بتونی جمع وجورش کنی. بابا این گرزین تو تهران این موم تو دست من بود، الان نمیدونم اومدیم اینجا واسه چی داره شیلنگ تخته میندازه. لطفا خواهشان این پرسای بعد از گرزین اینجوری حرف نزنین. کی بهتر از اون؟ همون مشتبه پاشیکسته رو میآوردیم خیلی بهتره برادر گرزین. شما همون مشتبه جونتون رو میآوردی، الان برادر مصطفی اون وسط بود، چهار تا هم اسیر دادیم به عراقی‌ها تازه. کار برادر گرزین مهمتر از نمایش اجرا کردنه. اون به من گفته هر موقع فرصت خالی پیدا کنه میاد به کمکمون. اصلا به خودتون استرس وارد نکنید. برادر عزیز نگاه کنید ببینید چیکار داریم میکنیم آخه الان. چیکار داریم؟ داریم ظرف میشوریم. میگه تون تون راستم میگه. چیکار داریم میکنیم؟ داریم ظرف میشوریم. اصلا حواستون هست واسه چی اومدیم؟ خب مهمه الان یه کار مهمترمون پیش اومده دیگه. بعد پویسر بعد از گرگ حرف بزنید. نه 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 کارتون تموم شد. چطور؟ حاج مصطفی گفتن لطف کنید بیاد کمک. آخه 4 تا کامیون کمک‌های مردمی رسیده. باید اونا رو زود خالی کنید. به بقیه برادر رو بگین کمک کنن. برادر ما خودمون کار داریم. بقیه برادر همه سر کارن. فقط شما تو این پایگاه بیکارید. لطف کنید بیاید. با عزتتون. ما بفرما. همه فکر کنم ما بیکاری. فکر کنم ما اومدیم اینجا بخوریم بخوابیم. انگار نه انگار اومدیم تئاتر اجرا کنیم به رزمنده‌ها رویه بدیم. بابا الان یه کار مهمتر از تئاتر پیش اومده دیگه. الان فرصتم غنیمت بدون. بریم کمکش کنیم. چیزی نمیشه که. راسته دیگه چقدر میتکونی دست تو. راستم میگه پاشو. پاشو بریم یه کاری بکنیم تا اینجا اومدیم حداقل 2000 ثواب ببریم. پاشو. خدا لعنت کنه منو. هیچ وقت فکر نمیکردم دیدن مشتاق برام آرزو بشه. باز رفت. دکتر جان پس این درخواست ما چی شد؟ ببین اخوی من که یه بار بهت گفتم نگفتم بیشتر از سهمیه نمیتونم بهتون دارو بدم. آقای دکتر من که برای خودم نمیخوام، برای رزمنده هاست. بابا اوضاع تو خط داغونه. شما این دست من نگاه کن، تیر خورده. تو به میری که تو عزیزتر ندارم و مثل فواره ازش خون میزد بیرون، این آفشاری. ولی بستم اومدم اینجا، میخوام بگم ببین اوضاع تو خط چقدر داغونه که من با این حالم بلند شدم اومدم اینجا. کجای کاری آقا؟ بچه‌ها تو فاو دارن قهل و غم میشن. تازه دستور دادن با همون تجهیزاتی که دارن سر کنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیدونی. یعنی این که نمیتونم به دارو بدم. نمیتونم کدومه؟ از من فاو کجاست؟ اصلا این همه دارو برای چی انبار کردین شما؟ بر روز مبادا. آقا عزیز دکتر روز مبادا همین الان دیگه. شما یه مثال کر من نگاه کن. فکر کردی اینا دواگوریه دکتر؟ نه. هنوز خونه مچوهایی که من جابجا کردم خوش نشده. این ماشین منه نگاش کن، 20 تا بیشتر نمیره. تازه نصف رو هم خودم هولش دادم آوردم. میدونی از کجا اومدم؟ این؟ بله. این ماشین خودمونه. اتفاقا خیلی هم سرپا. شما یه شیشه اینکو بده کار باش. یا میخوای سویچ بدم این ماشین بشه؟ این ماشین شماست؟ بله. آقا عزیز من، برادر اینجا جای ماشین نیست که پارک کردی. اینجا جای برو عزیز من حرکت کن، برو زندگیمونو بکنیم. برو آقا جون. من این ماشینم در زمین نگفتم نو کردم. این ماشینی که اون پشته. آقا برو عزیز من قربونت برم نو کرد اینها. این ماشین بنده است. میدونی از کجا واسه اومدم؟ از منطقه. ببین من نوکرتم، اصلا نوکر پدرتم، ولی بیشتر سهمیه نمیتونم به دارو بدم. بس سلام. یا علی داداش، یا علی حق داری من نفهمی ها. میدونی چرا؟ چون خزیدی این تو نمیدونی تیر و ترکش چیه، نمیدونی درد خمپاره کدومه. اون وقت جوانای ما رسمن مرد حسابی با این مرا معرفتت میموندی تو شهر خودت نخبخیه میکشی، دستم اوف نمیشد. تو اصلا منطقه رفتی؟ چه خط مقتب رفتی؟ ببینم اصلا تو رو کی فرستاده اینجا؟ من حاجی؟ خدا حاجی به من شخصا خدا حاجی گفتش. کدوم حاجی؟ به نوکرتم. حاجی رم نمیشتی اون وقت اینجا داری کار میکنی؟ ما رو باش برای که انرژی داری میذاری. شما اصلا برو بیچه سیه لیست داده بده امضا کن. میدم. اگه امضا کرد بیا اینجا. من کوچیکتم اصلا. باشه میدم. اگه نکرد سید که؟ آه تو حاجی میشناسی سیدو نمیشناسی؟ چرا عبدی داره حاجی رفته خودش رو سید. باشه آقا من میرم لیستو میدم امضا میکنه. اون وقت بهت میگم کیو میشناسم کیو نمیشناسم. فاف کجا سرده؟ امضا رو بگی بیا من خودم آدرس فافم بهت میدم. میگیرم یا علی. Thank you.
این هم آخریش. اه تموم شد، دست شما درد نکنه. سید چه آدم با حالی بود؟ موفق باش. نوش آقا ببخشید تو رو خدا، اشالله من تقیه ببینم. چی؟ که پاکت را آسمانت را عاشقانه میخوانم، از تو با ایثار از تو با ایمان به هر ترانه میخوانم، هر کجا هستم تا نفسی کشم نشست مهر تو در جانم، از تو هر لحظه از تو با همه دل به نام نامیت میخوانم، نشست مهر تو در جانم. حالا خجستن خاک پاک میان من، فدای نام سرفراز تو تن من، نبود بی نفس شکفتن من ای وطن، خزان ندارد لال زار بیکرانت، همار بر پاس گرم چو آسمانت، گواه عشق از خون سرخ عاشقانت ای وطن جان من ای ایران. نشست مهر تو در جانم، از تو هر لحظه از تو با همه دل به نام نامیت میخوانم، نشست مهر تو در جانم.